صدام حسین ابرقدرتی بود با سلاح‌های کشتار جمعی یا عروسکی سست اراده؟ این سوالی است که از زمان تصرف عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی برای خیلی‌ها مطرح بوده، اما امروز سندی منتشر شده که تا اندازه‌ای پاسخ این سوال را روشن می‌کند. مهدی پرپنچی گزارش می‌دهد. سقوط یک ابرقدرت یا سیاستمداری شکست خورده؟ صدام حسین پیش از مرگش به این سوال پاسخ داده بود. پس از دستگیری نیروهای آمریکایی 20 مصاحبه و 5 گفتگوی غیر رسمی با او انجام دادند. صدام در حرفایش دلایل زیادی برای حمله به ایران و کویت ارائه می‌داد. صدام حسین اعتقاد داشت ایران تهدیدی برای عراق است، تصوری که هیچگاه رهایش نکرد. برای همین در اواخر دهه 90 میلادی به بازرسان سازمان ملل اجازه نداد در عراق به جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی بپردازند، هرچند که سلاح‌های کشتار جمعی‌اش را ماه‌ها قبل کاملا نابود کرده بود. دلیلش باز هم ایران بود. صدام در مصاحبه‌هایش گفته که نمی‌خواسته ایران بداند عراق چقدر ضعیف شده است. او ترجیح می‌داد خشم آمریکا را به جان بخرد اما ایران از ضعفش آگاه نشود. صدام سرانجام در سال 2003 به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به عراق و تحقیقات داد، اما دیگر دیر شده بود. صدام حسین اینجا دستگیر شد، در مزرعه‌ای در شمال عراق، جایی که به گفته خودش همان پناهگاهی است که در کودتای ناموفقش در سال 1959 میلادی در آن پناه گرفته بود. مهدی پرپنچی، بی بی سی. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با باز کردن دفتری جدید به صدها مهاجر و پناهنده غیرقانونی در مرز شمالی فرانسه کمک خواهد کرد. این سازمان دفتر خود را در این منطقه در سال 2002 تعطیل کرده بود. ژیار گل در این باره گزارش می‌دهد. بندر کاله در کنار کانال مانش که مرز آبی فرانسه با بریتانیا است، در میان جنگل پشت سر این جوان ده‌ها پناهجوی دیگر افغان در شرایط سختی گذران می کنند. همه می خواهند به بریتانیا مهاجرت کنند. دیروز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وضعیت زندگی این افراد را فاجعه انسانی خواند. سازمان ملل در کاله یک دفتر دائمی باز کرد تا به پناهجویان کمک کند که در فرانسه تقاضای پناهندگی بکنند. اگر این پناهنده ها در فرانسه پذیرفته شوند، به آنان خانه داده خواهد شد و دیگر قاچاقچیان نمی توانند سرنوشتشان را در دست داشته باشند. امیر یک جوان 14 ساله افغان است. بیشتر این پناهجویان جوانند، در شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند و قاچاقچیان اغلب آزارشان می دهند. نمی خوام تو این فلاکت زندگی کنم، می خوام برم پیش قوم و خویشم تو انگلستان. امیر 4 ماهی است که اینجاست و هنوز حاضر نیست از آرزویش که رسیدن به بریتانیا دست بردارد. اینجا تنها خدمات درمانی را داوطلبان محلی ارائه می‌دهند. بسیاری از این پناهجویان وقتی می‌کوشند برای عبور از مرز فرانسه به بریتانیا سوار کامیون‌های ترانزیت بشوند، زخمی می‌شوند. در این اردوگاه دعواهای زیادی اتفاق می‌افتد. این مرد افغان چاقو خورده و زخمی شده است. این جوانان امیدوارم بعد از رسیدن به بریتانیا بتوانند کار کنند و پولی را که در افغانستان قرض گرفتند تا به اینجا برسند پس بدهند. وضعیت سخت زندگی پناهندگان در کاله مشکل قدیمی است. خیلی ها در جامعه بین الملل میگویند شرایط زندگی این پناهجویان قابل قبول نیست. ژیارگل، بی بی سی. یوکیو آمانو نماینده ژاپن امروز به مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزیده شد. آقای آمانو جانشین محمد البرادعی رئیس فعلی این آژانس می‌شود که اواخر پاییز دوره‌اش به پایان می‌رسد. آقای آمانو از 4 سال پیش نمایندگی ژاپن در هیئت حکام آژانس را به عهده داشته و از دیپلمات‌های با سابقه ژاپن به شمار می‌رود. برنامه خبری بی بی سی را با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با آسوشیتد پرس در مورد خطر مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه هشدار داد. یوکیو آمانو نماینده ژاپن امروز به مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزیده شد. در ادامه برنامه، زرافه‌ها و گورخرها هم از شر انسان در امان نیستند. گزارشی می‌بینیم از تلاش برای نجات حیات وحش در کنیا.